از ابتدای شیوع مرض کرونا در کشور جمهوری اسلامی ایران که شدت بیشتری یافت، هموطنان مهاجر و پناهنده ما در کشور جمهوری اسلامی ایران به خاطر نگرانی از مصاب شدن به ویروس ترجیح دادند به کشور برگردند. روزانه ما تا مرز 13,500 رم داشتیم که وارد کشور می شدند. نه دارو میدادن، نه نگاه میکردن، نه تحویل میگرفتن. بری از کرونا ترسیدیم، باز برگشتیم کشور خودمون. دارو میداد، نه چیز به افغانی ها میداد. هر جا میرفتیم باید کارت بانک داشته باشیم، نمیدونم مدارک داشته باشیم، دارو بدم، هیچ چی با ما نمیداد. ما مثلا نمبایی را واسه ما تعطیل کرده بود، گفتش باید شاید شما آبربانک داشته باشید. وقت میدست افغانی اصلا راه نمیدادن تو مغازه یا داروخانه اینا، و هیچ راه نمیدادن، مجبور شدیم بیان کشور خود. خیابون میری اگر مامور تو ببینه حکی بود به اینجا یادم پشمشک، یه وقت سردرد خالی داری. ما افغانان که بدون مداره که معمولی که ببینیم رنگمون تغییر بکنه، همون از دستبنده میزنه میبره، دیکس ازش میپرسه تو چیکاره هستی چی نیستی. حالمه تو بودن سر افغان از ایران میزدم، مردم میبردم قرانتینه، مردم نبود که ایدیا نمیتونی سه حرف بزنه و کجا میبری، میگفت فقط یه حرف نزد طرف معلوم نبود کی بیاره، چی بلا به سرش میاد، مجبور شدیم بیام افغانستان دیگه. در صف نون بایش میرفتیم، برخورد بعد به ایمان میگرد، پول از ایمان نمیگرد، مدرک نمیداشتیم، نمیذاشتن در صف نون بایی. دوست سما بشیم ویروس اومده دیگه، کارا خوابید دیگه، مجبور شدم بیام، چیزی به ما نمیدادن. ما خود آدم پنج ماه اونجا بودم، پنج منوت تو بعد از مهندس طلب داشتم به التماس به کیریه کردن، یه میلیونش گرفتن که من تا اینجا رسونده. وضعیت ایران بخی بخی. فهمیدید به وحشت بودن، گفتن میگیره میکشه، بعد ما مجبور شدیم خودم بیاین. به خاطر اونجا تو برنامه وایساپ و ایمو همین صدا را پخش شده است که همین مریضات بیمارستان ایران برسه با جایی که درمون کنه، درمون نمی کنه، همون لحظه سوزنش میزنه که بره دنبال کارش. کل اقوال به خاطر همین وحشت کرده است داره میاد.